دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دل شاد، مغز جوان و تن سالم داشته باشید. همینطور که در جریان هستید، چند وقت پیش، تقریبا هفته گذشته، آقای پوتین در مراسمی در مسکو قسمت‌های شرقی اوکراین رو که تحت اشغال نیروهای روسی هستش به خاک خودش ملحق کرد، به خاک روسیه. هرچند مورد قبول دنیا قرار نگرفت و بیشتر دنیای مدرن و بیشتر کشورهای دنیا این حرکت رو تقبیح کردن و مخالفت خودشون رو با این الحاق اعلام کردن، ولی دولت روسیه اعلام کرد که این قسمت ها از این به بعد خاک روسیه است و دولت روسیه اعلام بسیج عمومی کرد و قرار هستش که این قسمت ها رو به عنوان خاک خودش بشناسه و طبق قانون اساسی روسیه دفاع از این قسمت ها رو به عنوان دفاع از خاک روسیه تلقی بکنه. اینجا یک زنگ خطری به وجود خواهد آمد و آن این که اگر قرار باشه این قسمت ها به خاک روسیه ملحق بشه که شد، اگر نیروهای اوکراینی برای بازپسگیری این مناطق وارد این قسمت ها بشن چه اتفاقی میفته؟ نیروهای اوکراینی از سلاح‌های غربی استفاده میکنن و کاربرد سلاح‌های غربی بر علیه نیروهای روسیه آیا خطر جنگ جهانی سوم رو بیشتر خواهد کرد یا اینکه این خطر وجود نداره؟ واقعیت اینه که شرکت‌های سازنده سلاح‌هایی که به اوکراین تحویل داده شده تا الان بهشون این تعهد رو ازشون داشتن، از دولت اوکراین گرفته بودن که این سلاح‌ها رو فقط در دفاع از خاک خودش به کار ببره و اگر قرار بود که این سلاح‌ها رو برای حمله به خاک روسیه استفاده کنن، اینها رو بهشون اجازه داده نشده بود. ولی چند روزی قبل از الحاق، دولت آمریکا و شرکت‌های سازنده سلاح به دولت اوکراین این اجازه رو دادن که این سلاح‌ها رو خارج از خاک خودش هم به کار ببره، به این معنا که بهش اجازه دادن که در مقابله با دولت روسیه این سلاح‌ها رو در هر قسمتی که مورد نیاز هست به کار ببره. ولی خطر الحاق قسمت‌های شرقی اوکراین به روسیه خطر بزرگتری هست و اون خطر به کار بردن سلاح‌های اتمی. در حال حاضر روسیه امکان به کار بردن سلاح‌های اتمی رو طبق قراردادهای بین‌المللی در خارج از خاک خودش نداشت و این کار باعث می‌شد که یک رشته حملات متقابل اتمی صورت بگیره و دنیا رو به سمت یک جنگ نامحدود اتمی و یک جنگ جهانی تمام عیار سوق بده. ولی به زمین کردن این قسمت‌ها به خاک روسیه این امکان رو به روسیه میده که سلاح‌های اتمی تاکتیکی رو به کار ببرن. سلاح‌های اتمی تاکتیکی سلاح‌هایی هستن که مقدار تخریبشون مقدار محدودی هستش، بسیار کوچک هستن، ممکنه بر روی یک گلوله توپ سوار شده باشن و لازم نیست که یک سلاح اتمی بزرگ و در حد تخریب بسیار بالا باشه. این سلاح‌ها معمولاً در جبهه‌های جنگ امکان استفاده ازشون هست و باید به خاطر داشته باشیم که روسیه قسمت اعظمی از ذرات‌خانه اتمیش سلاح‌های اتمی تاکتیکی هستش. این به این معنا هستش که در آینده امکان داره روسیه این سلاح‌ها رو در قسمت‌های اشغال شده اوکراین به کار ببره و این رو به عنوان کاربرد در داخل خاک خودش استفاده بیان بکنه و این بهش امکان رو میده که جامعه جهانی رو به یک شکلی محدود بکنه، دخالت جامعه جهانی رو، به این معنا که من در داخل خاک خودم و برای نیروهای خودم این سلاح‌ها رو آزمایش کردم و این باعث میشه که دنیا رو در سر یک بلا تکلیفی و تردید بسیار بزرگ قرار بده. احتمال درگیری اتمی در این حالت خیلی بالا رفته بعد از الحاق قسمت‌های شرقی اوکراین به دولت روسیه. متاسفانه احتمال جنگ اتمی در دنیا بسیار بالا رفته. امیدوارم که این اتفاق نیفته، ولی الحاق قسمت‌های شرقی اوکراین به خاک روسیه باعث میشه که احتمال جنگ بین‌المللی اتمی بسیار بالا بره. امیدوارم این اتفاق نیفته و در صلح و صفا زندگی بکنیم. با امید دیدارتون در دنیایی بهتر.